رحیم جان رحیمی چې د اجتماعي مسایلو تعقیبون کړي دی اصل دلته په خبرونه کې د قدرمن دوستانو په افغانستان دلته په ځوانانو په رول باندې خبرې اترې لرو ورسره چې ځوانان څه کول شي ځوانان چاته ویل کیږي وای زموږ ځوانان په څه باندې بوخت دي رحیمی صاحب درته هرکلی وایي مسار دې په خیر رونه جوانی شمی راه کردم جوانی شمی راه کردم که جویم زندگانی را نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را کنون با بار پیری آرزومندم که برگردم کنون با بار پیری آرزومندم که برگردم بدنبال جوانی کور راه زندگانی را سلام خدمت شما خدمت همکاران تکنیکی شما و همچنان یک سلام ویژه خدمت تمامی بینندگان تلویزیون ملی افغانستان ډیر مننه کوم در ته هرکلی وایم خوشاله یم چې ځان سره لرو لومړی که زه دا پوښتنه داسې مطرح کوم چې ځوان چاته ویل کیږي چاته ویلی شو چې دا ځوان دقیقا بسیار یک سوال زیبایی را شما اشاره کردین جوان به کی گفته میشه ما تعریفی از جوان داریم و دانشمندان جوان را در چند بود علمی اینا تعریف کردیم جوان به فردی گفته میشه که از نیروی قدرت فکری و مغزی و انرژی مثبت و با یک انرژی کامل و استوار از این انرژی برخوردار باشه جوان به کسی گفته میشه که قدرت توانایی مبارزه با سختی ها و چالش ها را خلاصش اگر صحبت بکنیم داشته باشه یعنی جوان به شخص اطلاق میشه که از قوی فکری و از توانایی فکری و همچنان از لحاظ قدرت و نهایت انرژی برخوردار باشه جوان به اوتر یک شخص گفته میشه واقعا جوانان امروز کسانی هستند در اصل اگر بالای جوانی صحبت بکنیم جوانی یکی از هدیه بزرگ الهی است که نصیب آل احوال فرد در زندگی میشه یعنی طفل در یک خانواده به دنیا میآید هایسته هایسته بزرگ میشه بالاخره با اجتماع با مردم سر و کار میگیره و یک جوانی میشه که در جامعه برای مردم خانواده و وطنش خدمت میکنه اما امروز جوانایی را ما در کشور خود داریم متاسفانه اگر بگوییم جوانایی را در کشور خود داریم که فقط اینا به دنبال مادیگرایی و فقط اینا به دنبال اما چی میگن به اصطلاح عام صحبت بکنیم ثروت و مادیات و همین چیزا هست اینا هیچ فکری دیگری در پیشبرد پیشروی خودشان خانوادیشان شخصیتشان و توانمندی های درونیشان ندارند اینا کسانی هستند که فقط همواره به ثروت فکر میکنند همواره به مادیات فکر میکنند که در اصل چنین نیست زندگی چنین نیست ما چندین بار در برنامه‌های کرفتیم امیر یاد کردیم این موضوع واقعیت است اگر ادیسن این فکر میکرد که او یک خانه لوکس می داشت یک موتر لوکس می داشت و در بین خانهش یک چی میگن یک حوض بسیار لوکس می بود و یک خانم بسیار قشنگ و زیبا می داشت پس امروز من تو در این روشنی نمی شیشتیم بله بله دقیقا اگر مختری موتر این فکر میکرد که مادیات می داشت یک زندگی آرام می داشت و بس تمام ما امروز مجبور بودیم که از یک جا به جای دیگر یک مکان جغرافی پیاده سفر بکنیم پس مسئولیت جوانا در اجتماع چی هست؟ مثل اجتماع ما شما که هست؟ بله دقیقا جوانان مسئولیت ارزنده و برازنده در عرصه جامعه مردم فرهنگ محیط و خانوادهشان دارند جوانان اول باید درک بکنند که اونا کی هستند برای چی کار ساخته شدند از کجا آمدند برو خلب به کجا می روند اینا پس اینا زمانی که درک کردند که اینا کی هستند پس ادای مسئولیت هم میکنن امی که اول خود را شناسه بعد پروردگارشه پروردگار که شناخت بعد از او خانواده ایشه خانواده را که شناخت بعد از او مردمشه فرهنگشه امروز جوانا هستن که ادای مسئولیت میکنن و در عرصه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورشان سهم میگیرن و کشور را از سوی گنبدها و بنبستهای منفی میکشانند به سمت پیروزی ها و به سمت شکوفایی ها شما ببینین کشورهایی که پیشرفته است امروز جوانان از اونا با هر شرایط بدی با هر مشکلی با هر چالشی توانستند که در عرصه حاکمیت ملی و تمامیت ارضیشان دفاع بکنن استادگی بکنن مبارزه بکنن چرا جوانای ما نمیتونن جوانای ما بدبختانه بگیم ذهنیت هایی که فعلا از جوانای امروزی ماست فقط به دنبال عزمی هستند که چگونه مرزهای این کشور را بپرمایند و از این کشور عبور بکنند در اصل چنین نیست یعنی اگر عام صحبت بکنیم باز هم امی مثلا را میخوایم یادآور شوم که رفتن از کشور رای حل نیست
جوانی که واقعاً توانایی مبارزه را نداره، جوانی که به توانمندی های درونی خود، افکار خود باورمند نیست و باور نداره، اصلا او جوان گفته نمیشه. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم جوانی یک جوان را، یک فرد را در سه کاتگوری ترسیم میکنه که او سه کاتگوری عبارت است: اخلاق، عقاید و احکام است. پس جوان باید دارای اخلاق باشه، دارای عقاید باشه، عقیده‌مند باشه، عقیده داشته باشه به دینش، به پروردگارش، به ملتش، به مردمش، به خانوادیش، به اینکه این ملت بالای از او حق داره، این مردم بالای از او حق داره. اما یگانه چیزی که جوانان را فعلا مایوس ساخته، نمیفهمیم که چی کسی چگونه این ذهنیت ها بر از اینا خلق شد که فقط مادیاگرا باشن. بس جوان مادیاگرایی و جوانی که مادیاگرایی میکنه، البته او به آغوش جامعه یک شخص منفی تقدیم میشه. پس او مجبور و مکلف است که به خاطر نداشتنش و آن چیزی را که میخواد به دست بیاره، به هر کاری دست بزنه و یا هم مرتکب جرم و جنایاتی در جامعه شود. امروز ذهنیت سازی که صورت گرفته فقط برای ثروت، برای مادیات. جوانان عزیز، در اصل چونی نیست زندگی. زندگی باور کنین زیباست، باور کنین بسیار زیباست. همو که میگوید زندگی زیباست تماشایی است، چرا زیبا نمیبینیم؟ چرا پای این همه خوبی ها با هم نمیشینیم؟ چرا با هم نمیخندیم؟ مگر دنیا چه کم دارد؟ ببین این آسمان آبی است، ببین دنیای ما آکنده از پاکی است. تا باور کن، تا باور کن، همین کافی است. پس ببینین جوانان عزیز، امروز باید ما یگانه مرحله دیگری که ما را به توانمندی های ما سوق میده و ما بالای امو توانمندی های خود حاکمیت پیدا میکنیم، او عبارت از واقعیت پذیری است. اگر ما امروز نداریم، باید خوشحال باشیم، با مون نداشتن های خود خوشحال باشیم. ببینین شما کسانی که زیاد ثروت داشتن چی کردن، چی شدن؟ آیا این زندگی تا ابد باقی میمانه؟ آیا اگر ما 100 سال و یا 50 سالی که زنده بمانیم برای به دست آوردن مادیات تلاش بکنیم، آیا 100 سال دیگر هم عمر باز میآید که ما برای داشتن یک زندگی عالی و داشتن یک زندگی پر از محبت و داشتن یک زندگی پر از زیبایی ها زندگی بکنیم، آیا عمر دوباره برمیگرده؟ نخیر. بیاین که واقعیت پذیر باشیم، یعنی همین تخم واقعیت پذیری را در وجود خود بکاریم. حداقل با خانه که یک چتر بسیار خرابی داره زندگی میکنیم، با او شکر بگوییم، به نعمت های پروردگار سپاس بگوییم. از کدام یک از نعمت ها جوان ها این کار میکنن؟ چرا مبارزه نمی کنن؟ چرا به توانمندی هایشان باورمند نیستن؟ خواه رئیمی سب رسته پختونه چه وقت هم دیر کم دیده راتو گوه چه چه کول پکار دی پا افغانستان که ترسو زمونگ زوانان چکب دی زمونگ تاسی تولونه چکم ده تر نور زوانه ده دلتا زوان انرژی دیره ده زوانان دیر دی څنګه کولای شو د ځوانانو له وړتیاونه استفاده وشي په سمه توګه، دوی سمې لارې ته سوکي، د افغانستان په انکشاف، تعلیم، روغتیا په ټولو برخو کې باید ځوانان تر نورو مخکښ اوسي او خپل زیار دلته په کور دننه وباسي، بهرني هیوادونه پرېږدي همدلته پاتې شي، دوی وړتیاونه استفاده وشي. دقیقا، بسیار سوال زیبایی را شما اشاره کردین. خب موضوعاتی است که در اصل اگر واضح صحبت بکنیم، ما از موضوع سیاست و مسائل سیاسی کاملا به دور هستیم. اگر واقعیت را بیان بکنیم، باز هم این بر میگرده بالای دولت ها. دولت ها در هر کشور، در هر جامعه بشری مکلف و مجبور هستند تا زمینه تسهیلات و تحصیلات را برای جوانان در کشور فراهم بکنند. اینا مسئول هستند در برابر رعیتشان. یگانه عاملی که میتواند جوانان را سوق بده، انرژی مثبت بده تا جوان انگیزه بگیره که در کشورش برای مردمش و برای خانوادیش کار بکنه، عبارت از قشر تحصیل کرده یک کشور است. جوان تحصیل کرده یک کشور است. یک جوان بدون تحصیل، یک جوانی که تحصیل عالی نداشته باشه، نمیتونه که وارد صحنه اجتماع شوه و او برای مردم و خانوادهش کار بکنه. پس اینجا دولت ها مکلف و مجبور است که زمینه تحصیلات و زمینه تسهیلات را برای جوان ها فراهم بکنه، یعنی پنتون های را ایجاد بکنه تا جوان ها بره درس بخونه، با معارف کشور باید توجه صورت بگیره. و یگانه مکلفیت دیگه که وجود داره که اضافه تر از این موضوعی که ما اشاره کردیم هست، خانواده است. نقش خانواده در عرصه سرنوشت سازی اطفال که او بالاخره بزرگ میشه و به آغوش جامعه تقدیم میشه، اینجا خانواده نقش مبرم و بسزایی داره که جوانان را
به جامعه چگونه تقدیم بکنه. این وظیفه والدین گرامی هم شمرده میشه. و مرحله دیگر که است خود جوان است. هیچ کسی نخواد آمد و دست ما را نخواد گرفت و برای ما نخواد گفت که بخیز و به پای خود استاد شو. اگر امسایه خانهش ناجارو باشه به اصطلاح عام صحبت بکنیم، نمیه که خانه ما را اول جلو. تشکر. پس خود ماستیم که به پای خود استاد میشیم. ماستیم که با یک انرژی مثبت وطن خود را، خانواده خود را و خود را میسازیم و در برابر پروردگار خود با عبادت و با پاکیزگی زندگی میکنیم تا باشه که زندگی عالی و زیبایی داشته. تشکر رحیم جان. رحیمی دیر من نکم استاسی لراتب گنا و استاسی دخو خبر نخو. تشکر از شما و از برنامه خوب شما. تشکر دیر من نکم.